با سلام خدمت شما عزیزان امیدوار که صحتمند باشین و جور و تیار قسمی که در جریان هستین از حادثه فردین شما در جریان هستین دیروز برش ویدیو داشتیم همیشه توضیح دادیم صحبت های خود داشتیم اما یک تعداد مردم ششتن عجیب غریب سوالات میکنن و ما مثلا گپا عجیب غریب میزنن که تو و تو راست خوب و از خاطر همین اسناد تازه و چیزایی که کاملا واضحه میسازه که دست به خودکشی زده رو شریک بسازم تا کمی تشویش دوستای ما رفع شود ببینید دوستان عزیز یک حرف اوایی که هر کس یک جای میشینه ما یا شما یا هر کس یک جای میشینه یک قضاوت در مورد یک کس میکنه یک سوال از یک, یک, پیش خود میکنه سوال از اینش خلق میشه و می, می اما یکی بحث اسناد موجود است اینال شما بگوین ما به حرف های هوایی عمل بکنیم یا چیزی را که به چشم سر خود دیده راستیم به او عمل بکنیم میبینیم دوستان عزیزم بعضی میگن من سوالات دوستان را جواب بعد از باز به اسناد میریم بعضا میگن خب چرا داخل موتر خودکشی نکرد چرا مثلا نرف اینی کار نکرد چرا مثلا زهر نخورد چرا با چاقو خود نزد چرا خود زیر تیر موتر نکرد یا بسار گپا که ولای منطقی نیست خودکشی نکرده یعنی دوستان ما چون این قضیه زیاد مرموز پیچیده است به شکل یک قسم اتفاق افتاده حالا و ملامت نیستن عجیب و غریب تحلیل میکنن ببینید از یک کسی که به شدیدترین حالت افسرده است یا از اصلا تمرکز فکری نداره یا به هوش نیست یا دچار توهم شده اصلا اختیار خود از دست داده مردای ما از اون رقم یک شخص یک خودکشی فرمایشی میخواید یعنی میگه چرا به فرمایش ما خودکشی نکرد یعنی چیزی را که ما فکر می کنیم این رقم یک خودکشی نکرد یا است که از اون رقم یک شخص که اصلا تمرکز نداره تا حاضر میشه دست به خودکشی بزنه از اون رقم یک شخص مردم ما و شما انتظار یک کار منطقی را داره که یعنی یک کار بکنه که منطقی باشه و منطق از یاد جور به توست عزیزم بعد حالت که ما متاثر شده متاسف شده ایم و آنقدر که من سیستم روحی ما به هم ریخته من فکر نمی که کسی دیگه به شکل شده باشه شاید شده باشه من نمیفهم فقط خواستم بگم که بسیار زیاد جگر شده به این خاطر به این ای مساله اما ما نمیتونیم به خاطر اینکه جگر خونی خود پنهان بکنیم بگیریم بس به حاشیه بکشیم هر طرف مردم سر بسازیم یکی بحثی اصول است یکی گپای هوایی است ما مجبور هستیم چیزی که حقیقت است رو براتون بگیم با اینکه خوشایند شاید نباشه اما مجبور هستیم میره بگیم دوست ما بس که به دمی حوادث آخر بسیار زیاد نارد شدم و نارد شدم و قرد کردم و قرد کردم و نشان ندادم باور بکنین افسرده شده بودم افسرده شده بودم چند روز برنامه نداشتم استراب گرفته بود افسرده شده بودم قسم سرم حق ندارم که من تانوز دوای افسردگی و استراب مصرف میکنم کاملا به هم ریخت نظم روحی من به دوستان عزیزم کوشش بکنین که در مورد ما قضاوت ناق نکنین ناک من خوش نیستم که مثلا یک کسی از بین بره و باز بیایم خبر ناق شما خب حقیقتی است خب قسمی که پیشتر گفتم یکی بحث چیزی است که ما دیده رایستیم یکی بحث گپ هوایی و بالاخره قضاوت های ناحق وقت قضیه بسیار مرموز و پیچیده می باشه و به منطق نمی گنجه ما مجبور هستیم که به چیزی که اسناد است به او اکتفا بکنیم و امور قبول بکنیم با این حال کسانی که میگه که نه خودکشی نکرده خب اگر اسناد دارین بین پیش کنین اینم ما هستم نشر میکنیم صحبت میکنیم سرش و اگر اسناد نداریم بیا این چیزی که موجود است این قبول بکنیم دلیل خودکشی فردین امینه یا امینی را به جز از فامیلش هیچ کس دیگه نمیفهمه به جز از فامیلش هیچ کس دیگه نمیفهمه بازم براتون میگم این که خودکشی کرده دوج اصلا جای شک نیست شما این تصویر میتونید اینجا ببینید من فقط عکس رو براتون میمونم ویدیو رو نمیتونم نشر بکنم این ویدیو است که تازه در شبکات اجتماعی پخش شده اینجا یک نفر از مخلوق است اگر جمع است اول خود لعنت به این مخلوق باد که قرار سعی داره طرفش این تری تری سعی داره نفر دست به خود کشی کار نمی‌کنن که این خودش جرم است و دولت باید اقدام بکنه و این نفر را بازداشت بکنه یک این نفر میگیره گلوی خودم میبره که با سنگ از چاقوس یا حالا هر چی که است در عام یک مردم به غرض اونجا استاد هستن دیدن بچه‌ش سر خود این خونه نمیدونه دولت دروغ بگه یعنی حالا یکی رو دروغ بگه دو تا رو دروغ بگه یک له مردم رو دیده این دست به خودکشی میزنه و مردمی که اونجا بودن میگن که اصلا نرمال نبود یکی دو نفر کوشش کردن که بالاخره ایره نمانن نجاتش بدن سر از هم حمله کردن یعنی کاملا تمرکز فکری نداشته یک دوم وقتی میگم که فامیلی از این مقصر است و باید از فامیلی از که حالا دوستای ما کاسه داختر از آش میشن خیلی برین از فامیلش پرسان کنین که چرا؟ چرا میگم فامیل از این مقصر است و ما بالاش مشکوک هستم نمیگم که صد درصدی کاری است ولی ما بالاش مق... مشکوک هستم مقصر به خاطر میگم که شما اسناد ببینید اینجا امی وقتی یک حادثه مرموز میشه و پیچیده است و کسی رو باور کرده میتونه باید ای جسد به طب عدلی منتقل شود صحیح نیست نی؟ به طب عدلی منتقل شد و اونجا تشخیص داده میشه که ای زر خورده بود چیز نوشیده بود تابلت خورده بود چی کده بود سیستم روحیش چی بود با چاقو خورده با مرمی فیر شده مرمی از چند متر بالای زی فیر شده نو سلاحی که بالای فیر شده چی بوده اینی گپا در تشخیص میشه و ای در صورت به طب عدلی میره که خانواده مقتول موافقت نامه خود اعلام بکنن اجازه بده که دولت به طب انتقال بده اما شما در اسناد میبینین که خود خانواده فردین ممانیت کرده ممانیت کرده و گفته جسد باید به طب عدی انتقال داده نشه ما نمیخوایم که بیشتر از این در مورد تحقیق شوه خب از او خاطر من میگم دوستان عزیز که هر چی است باید خانواده از این روشن بسازه ای دیگه کار از دولت گذشته موضوعی بوده که خودکشی کرده حالا چیز مصرف کرده بود یا ایست که در خانه برش کدام چیز داده بودن یا ایست که خودش مصرف کرده بود کدام تشویش داشت در خانه جنگ کرده بود امرای خانم خود مشکل داشت هزار دلیل بوده میتونه خلاصه براتون رو میگم که یا دلیلش افسردگی بسیار شدید بوده یا ایست که اه... کدام مشکل یا مصرف کدام چیزه بوده که خداوند ببخششه و آخرین سرویس خبری فردین که وقتی من در تلویزیون آریانا دیدم در یوتیوب سرچ کردم دوستان از آخرین سرویس خبری ما فردی اه... برنامه شب و سرویس های خبریش همیشه دنبال میکردم چرا دنبال میکردم فردین معزمی صدایش بسیار زیاد خوشم می‌آمد یک صدای بسیار زیاد گرنگ قوی و با انرژی داشت یک صدای بسیار زیاد متو بیزدار داشت از خود در معزمی صدایی که بسیار گرنگ و عالی است من خوشم میامد. از شنیدنش و دوم من یک رابطه یک خاطره بسیار جالب با فردین دارم دوستان عزیز خاطره می که یک از شما می دقت بکنین طرف جریش. ای دوستم است مسعود نام داره مسعود نام داره ما زیاد وقت در یک رسانه با هم کار کردیم و اینال عکس فردین شما سایه بکنیم چیرش چقدر شباعت داره تنها نه چیره. که صدای فردین و صدای مسعود کاپی هم دیگر بود حتی خاطر جالب است که یک روز من در دهلیز نشسته بودیم تلویزیون صدا برآمد ما با جل رفتم فکر کردم خیلی که مسعود اومد تلویزیون اخبار خوانده رئیس یعنی آنقدر شباهت داشت از اون خاطر من همیشه سرویس های خبری فردین جان دنبال میکردم و آخرین سرویس خبری که من از فردین دیدم دوستان عزیز شما خودتان عملا کسانی که روانشناسی خواندن من میگم من روانشناس هستم فقط مطالعه مطالعه دارم در بخش روانشناسی کمه شما آخرین سرویس خبری که تقریبا دو هفته پیش یا سه هفته پیش از فردین در آریان نیوز پخش شده شما برین اون را پلی بکنین یک خستگی عجیب یک بار غم بسیار زیاد سنگین را احساس میکنین در صدایش در چهریش یک خستگی عجیب که کاملا تمرکز فکری به هم ریخته خبر غلط میخوانه در حالی که مقایسه کنی با سرویس های خبری قبلیش خبر غلط میخوانه از پیشش گدوت میشه هر طرف میره و جمع کردن نمیتونه صدایش بین نهایت شیشته اصلا صدای او صدای گرنگ و رسایی که داشت صدایش کاملا مرهک شده شیشته مثل از که کسی مثلا شیرنی مصرف کنه یا مثلا سرما خورده باشه به این شکل صدای شیشته ما از این همه به این نتیجه رسیدیم که یک فشار روحی بسیار زیاد عمیق بالای از این جوان عزیز بود که باید خود خانوادی ازی ایره بر مردم توضیح بده که چی مشکل بود آیا ای چیز مصرف کرده بود نکرده بود چی حتی دوستان عزیز بالای کاکای ازی بالای کاکا ازی که در رسانه ها گفته که فردین برام زنگ زد و گفت که مرا گرفتن ببینین مرا گرفتن یعنی ای که کس گرفته رو بازداشت کرد یا ای که امرای خود بردن یا چیز اختطافش کردن یک و با آنچه در ویدیو ما و شما میبینیم که یه از موتر خود دور شده و رفت یک صحرا و او که میگن کو کدام کوی بسا بلند نبوده دوستا یک تپه که خورد بوده در سر تپه میره و بالاخره مردم در جمع میشه خودکشی میکنه تمام مردم میره میبینه ببینین با چیزی که کاکاش میگه و با چیزی که ما در ویدیو عملا میبینیم کاکاش حرف هوایی میزنه که اسناد نداره ثبوت کرده نمیتونه ولی در ویدیو ما واضی میبینیم که کم اگه مردم در گرد جمع هستی خودکشی میگره حتی ما برای کاکای ازی مشکوک شدیم بالای کاکای ازی که باید از کاکای ازی تحقیق شود که خب خودت یه حرف میزنی چی ثبوت داری یک مثلا بینان دوستان عزیز تمام موضوع برمیگرده به خانواده خود فردین جان و من از شما خواهش میکنم که تمام ویدیوهایی که مربوط به فردین از شبکات اجتماعی پخش کردین و دلیت بکنین و دعا بکنین برش که خداوند ببخشه و همچنان دوستان عزیز بسیار زیاد این رقم مسائل است که بیا دولت خو بیخی دیگه هم گندش برآمده است سیستم دولت و استخبارات و امنیت و گمش گندش برآمده بیاد و ضعف موجود است حالا اگر ما بگیریم چیزای حق و ناق انداخته بریم بریم بالای دولت دیگه فکر میکنم موضوع بدتر میشه و خوبتر نمیشه چند روز پیش گوینده تلویزیون خورشید یا مدیر مسئولش بود نه ایفام امی رقم کشته شد و تمام رسانه هایی را گفتن که ترور شده در حالی که بعدا معلوم شد که ترور نشده مسئله جنایی بوده و حتی خانوادهش هم نخواست که خبر انکاس پیدا بکنه و حتی به طب عدلی بره موضوع کاملا واضح شده بود موضوعی بود که من دیروزم در ویدیو خود کاملا بحث داشتم واضحی براتون گفتم دوستان از دلایلی از این مسائل که این جوان با یک دختر خانم میره در داخل اتاق تابلت کم اصرف میکنن تابلت کرا شما میفهمین که باید هوا گرم باشه و گاز روشن بکنی یک دک بخاری باشه که هوا گرم باید باشه گاز روشن میکنن و دمیج میشینن یا گرم میان و بالاخره میرن در کدام فکری که میرن این گاز خلاص میشه وقتی گاز خلاص شد خاموش میشه شما میفهمین وقتی خاموش میشه این مرده گاز که مانده این سولو سولو مبرای از چیز اینی یک دونه میگیره و میکشه اینم در اول مردم گفته بود که نه ولای قضیه ترور, ترور است و تروریستی است در حالی که او رقم نبود بینان دوستان عزیز بیان که بجای از این مسائل اقناق دامن بزنیم چیزی که حقیقت است میره بپذیریم میفهم ناراحت کننده است خوب نیست دولت می هم میفهمه که رسوا کرده بیخی اما امروز باز چهار تا راکت دیگه فیر شد داخل کابل کلانترین نامبدگیر در تاریخ افغانستان بر دولت بر طالب برای دولت به خاطر است که ضعف داره نمیتونه مدیریت کده و برای طالب و گروه های وحشی است که اینها بالای مردم عام میخواه زور و نشان بته که بسیار زیاد جای ننگ و شرم و خجالت است و آقای صالح همچنان دوستان عزیز در مورد آقای فردین گفت که این مسئله یک مسئله توریستی نبوده و اگر که بازم فامیل از این میگه که نه و کاکایش میگه یا فامیلش میگه که نه مسئله پیچیده است و باید بررسی شوه اولا باید تمام مرد زن تمام اعضای فامیل از این خواسته شوه ما ازش میخواهیمشان و ازش تحقیق میکنیم آقای سالی در گزارش شش نیم صبح ایر گفت و دوم آقای سالی یک مسئله دیگر اشاره کرد که تمام تروریستانی که چند روز بازداشت شدن طالبا اعلامیه پخش کرده و دولت هشدار داده که اگر یک نفر ما را شما اعدام کردین ما طالب کابل تبدیل به گورستان میکنیم یعنی یک کار بکنیم که بیخی کلگیر سلاخی میکنه داخل شهر کابل ما امیدوار هستم که این همه را دولت مدیریت بکنه و این یک شرم است برای دولت برای طالب برای گروه های دهشت افغان من نمیفهم طالب کی را میکشه با این راکت پراگانی هایی که میکنه چی میکنه و ای دولت در حالی که در هر چارایی ایست بازرسی است چک پوینت است به قبل عام چک پوینت است در هر چارایی در کابل چک پوینت است و اینقدر چک پوینت و تدابیر امنیتی که در شهر کابل گرفته شده در هیچ شهر دنیا نیست اما باز هم یک موتر با راکت ها داخل میشه چی است مسئله؟ خب معلوم دار است کسایی که در نظام هستند در نظام کار میکنند دست دارند با گروه های تروریستی که باید یا بازداشت شوند و اعدام شوند دیگه بازداشت نمیشه امی گرفته نان مفت نتنشه فقط سیده باید اعدام شوند به دلیل اینکه که برای طالب گفته شده کلانش هم گفتن که بچه برو تم روی سرک نفره بزن زدی و فرار کدی که خوب اگر دستگیر شدی خونه دیدی یک قمانده کردم 6000 نفر شما را آزاد کردیم یعنی می رقم بزن اگر هم شدی رای نزن دو روز بعد آزادت می کنم کس تو رو هم زدن نمیتونه بینی با باور رساندن گروه طالبان افراد خود را بنام، اگر دولت میخواه که ایره مدیریت بکنه باید بترسانه طالبه و کسانی که میان داخل شهر انتاری میکنن بم میارن نفر ترور رو میکنن باید اونها بترسن درس عبرت باشه سوت مسلمان ها باید با سوت مسلمان کرد با دیگه رقم نمیشه این رقم بشه ترسانه کلا بازدا شدی علا جان پدر بگو که چرا میخواستی فلان نفر بکشی به رقم میشه به این رقم رشخندی میشه اوی که بالای تو رحم نداره هر روز تو را کشته میره و تو برای تو عذر میکنی به این شکل شده اگر این رقم است که بازداشت میکنین پس اعلام میکنین دیگه بازداشت نکنین بانش که بگردن و اگر میخواین که واقعا زور قانون رو بر مردم نشان بدین باید اعدام شوه از یک سر تشکر دوستان عزیز که این ویدیو رو تماشا کردین haa viدeói بáد hadaنgátar